هر کجا که باشه پلیس پیداش میکنه. فقط سعی ما اینه که نذاریم احیانم بهش صدمه‌ای برسه. فکر میکنم این آخرین عکسش باشه. میتونم اینو داشته باشم؟ برنامه تصویری فیلم و زندگی حمایت شده از طرف احمد دولت آبادی مشاور املاک، ویل سپرینگز مدیکال سپا، جواهری باگت، تیم حرفه‌ای حمیدرضا صفی پور مشاور و طراح ساخت خانه های لوکس. اینجا چی میخوای؟ دوست پس بتاز. اون دوست نیست. چرا؟ دزده. خب پلیس کوچولو، اجازه مرخصی میفرمایید من چند دقیقه با مامانت کار دارم. آجای واسه من فرقی نمیکنه. حیوانا میدونن جای دوست و دشمن کجاست. اینو میدونم، ولی قبل از اینکه ناراحتی به وجود بیاد باید به فکر چاره بود. بالاخره قصم تموم شد. بینندگان عزیز سلام، تصاویری که مشاهده کردید مربوط میشه به سالهای 1339 تا 1356 و صحنه‌هایی از فیلم‌هایی است که بازیگر اصلی اون آقای عبدالله بوتیمار هستند. حالا بعد از 25 سال این هنرپیشه پیشکسوت سینما همینک و امروز مهمان برنامه ما هستند. خانم آقایون سلام عرض میکنم. بعد از سالیان سال خیلی خوشوقتم که میتونم از نزدیک از طریق دوربین با شما سلام علیک بکنم. بفرمایید. آقای بوتیمار، نسل جوان امروز ما به خصوص علاقمندان سینما با چهره و نام شما از طریق فیلم‌های ویدیویی آشنا شدن و فکر میکنم فرصت خیلی خوبی باشه برای بینندگان ما و همچنین این علاقمندان سینما که از زبان خودتون با فعالیت‌های هنری شما از آغاز تا به امروز آشنا بشن. اگر لطف بفرمایید و مختصری برای ما توضیح بدید. خواهش میکنم. از بعد ما یک گروهی داشتیم به نام تئاتر اسکار، گروه تئاتری بود. سه ماه یک بار یک برنامه تئاتری رو به روی صحنه می‌آوردیم برای یک روز. بعد از اون اسکوی ها آمدند و تئاتری درست کردند و یه چند تایی از این گروه رو انتخاب کردند که با اونا همکاری بکنن و یکی از اون افراد من بودم و در تئاتر اسکوی ها یکی از کسانی که با من اونجا همکار بود دوست و همکار جدید قدیمون آقای جعفر والی بود و از اون طریق بعد از 7 سال کار کردم با گروه اسکوی ها در استودیو آژی فیلم من با آقای خاچکیان آشنا شدم و آقای خاچکیان میخواست فیلمی بسازه، با من صحبت کرد، پیشنهاد یه فیلمی رو کرد. من میخواستم بگم نه بازی نمیکنم، به تئاتر بیشتر علاقه داشتم، ولی گفتم خب بازی میکنم. مبنای شغلی ما در مورد جرم و مجرمین کلمه یه به نام شک، پس باید در این مورد به خصوص به همه چیز و همه کس مشکوک باشیم. به تو، به این آقا، به نامادری اون دختر، به راننده گرنه کلوفتش، به پیش خدمتش و حتی خود پدرام. توی این مملکت 35 میلیون نفر باید راحت سرشون روی بالش بذارن. خب من شرط می‌بندم که این کار کار کسیه که از وضع زندگی پدرام اطلاع کافی داشته. دو تا نقش بود، یکی نقش مثبت فیلم، یکی منفی فیلم. و هر کدوم میخوای بازی کنی من حرفی ندارم. من یکی از این نقشا رو انتخاب کردم. بعد که از استودیو برگشتم یه محله بود که پاتوق ما بود توی خیابون نادری، رضا بیگ اونجا منتظر من بود
گفت کجا بودی؟ گفتم استدیو رفته بودم. اینجوری شد اینا. گفت من نه ولی گفتم بیا بریم. کجا باش برم تصدقین؟ منزل میریم منزل من. خیلی خوب. متاسفم خانم نمیتونم بیام. برگرد پسر. خیلی خوب. سس بشینین. به تو گفتم منزل من. بردمش به خاطر چیا معرفیش کردم و تو اون فیلم اونم نقشی گرفت که با هم مشغول بازی فیلم یک قدم تا مرگ شدیم. کلن کار با خاچیکیان که اکثر فیلم ها از شما استفاده میکرد یه مختصر توضیح بدیم. خواهش میکنم. حالا تا اون موقع فیلم های سینمای ایران تحولی تحرکی نداشت به اون معنا. بعد خاچکیان این کار شروع کرد که با فیلم های جنایی پلیسی یک تحرک و جان جدیدی به سینمای فارسی داد. و علت این که چرا من زیاد با خاچکیان کار میکردم، هنرمندها کمتر طاقت میبردن با خاچکیان کار کنن، برای اینکه با خاچکیان یک فیلم سه ماه و نیم طول میکشید. قتل در محل دیگه یه اتفاق افتاده. جسد رو بعدا به اینجا منتقل کردم. چیزی هم پیدا کردین؟ خیر قربان، فقط در فاصله 50 متری اثر لاستیک اتومبیلی دیده شده که کاملا مشخص نیست. قربان، لاستیک بدون عرق، پس اتومبیل کهنه بوده. 30 سال تو زمینه دوبلاژ کار کردم. بعد در حین اینکه دوبله کار میکردم به کار سینما میرسیدم. در فیلم تو پای ناورون جای آنتونی کوئین صحبت کردم، جای ریچارد وینمارک خیلی صحبت میکردم، آلن لادو من صحبت میکردم، عرض کنم دراکولا رو بیشتر من صحبت میکردم. قربان قربان قسم میخورم من فقط یه ماهیگیر سادم. 2 روز قبل اینا منو دیدن و قایقم ازم گرفتن. من مجبورم کردن همکاری کنم. خب من زندانی شما. زبان شما کجا یاد گرفتی ماهیگیر؟ تو قبرس خوربان. باور کنین حقیقت رو گفتم. سپرینگز مدیکال سپا، جوانسازی و زیبایی پوست با تزریق بوتاکس و فیلر، کمک به رشد مو با روش PRP، پاکسازی پوست با هایدروفیشیال و مایکرودرمابریژن، خدمات لیزر با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش ها. بیل سپرینگز مدیکال سپا با مدیریت دکتر سهراب خوشبین و با بیش از 30 سال سابقه و اعتبار در خدمت شماست. 11-685 یانگ استریت ریچموند هیل، 905-780-6627. حمیدرضا صفی‌پور و نغمه کاشف‌پور جزو 25 تیم اول در سرمایه گذاری های تجاری شرکت ریماکس در بین 100 کشور دنیا در سال 2018 و با سالها تجربه موفق در تورنتوی کانادا در خدمت شماست.
سپاس از اعتماد چند ساله شما. با افتخار تیم ما همیشه بهترین خدمات را به شما ارائه خواهد داد. جواهری باگت با بیش از نیم قرن سابقه و اعتبار در ایران و کانادا. مکان بازدید شاپزان یانگ 7181 یانگ استریت 416-831-8266. جواهری باگت. پس از مدت ها 15 روز گردش و تفریح در تور استثنایی ترکیه و جمهوری چک، 4 شب اقامت در هتل 5 ستاره در شهر زیبا و تاریخی استانبول، 3 شب در هتل مجلل آنتالیا، سفر به شهر اش قومیه، اجرای اختصاصی رقص سما، 2 شب کاپادوکیا سرزمین عجایب، 4 شب تور کشور زیبای چک، شهر رویای پراگ. برای ثبت نام همکنون با ما به شماره 647-544-40 تماس بگیرید. آخرین فیلمتون در کارنامه هنریتون در ایران، سینما ایران، استرابه. من بعد از فیلم استراب تا امروز فعالیت‌های هنری دیگه داشتین؟ بعد از فیلم استراب یه بعللی تو ایران فیلم ساخته نشد و من هم از ایران اومدم به اروپا که بچه‌م تو اروپا بود، دخترم در فرانسه بود که اونو ببینم. اومدم به بعللی تو آلمان موندگار شدم. در آلمان یه سری از همکارامو پیدا کردم، مثل آقای خیاط باشی، آقای مخوریان، و یواش یواش با اینا گروه تئاتر ایرانیان ساکن مونیخ رو تشکیل دادیم و عضو فرهنگ و هنر مونیخ شدیم. سیما گفت هنوز کار پیدا نکردی. فکر کردم شاید بتونم زحمتتو کم کنم. حقوقش بد نیست، بهتر از بیکاریه. تو قصه خودتو بخور. پاداش و مزایشم خوبه. با هفته دو روز تعطیلی. دست از سرم وردار. به خاطر خودت نیست. دلم برای زن بچت میسوزه. و حتما انتظار داریم که ازتون تشکر کنم. باشه، وقتی که اولین حقوقتو گرفتی. مگه تو حرف حساب سرت نمیشه مرد؟ گفتم دست از سرم وردار. دستت بکش کنار. اینجا جای گرم. میای در آلمان دو تا فیلم رو کار کردم، کار مسئله که راضی به اونام اگر لطف کنین. یه فیلم من با آقای خیاط‌باشی کار کردم که کارگردانش هم خود حسن خیاط‌باشی بود و با هنرپیشه‌های آلمانی. یه فیلم دیگه با یه آقایی به نام آقای ناطق که ساکن ایتالیا بودن، اومدن در آلمان، و آقای بهروز وثوقی هم از آمریکا اومدن و در مونیخ این فیلم تهیه شد و هنوز روی اکران نیومد. هیچ کدومش بود. اینجا که تو روش وایسادی جدن در جد مال منه. خب مثل بچه آدم میومدی با خودم حرف میزدی. تو منسیای بیچاره رو آتیش زدی و همه چی داختی گردن من. 6 سال آواره قربت و حبس بودم. حق تو میدم، هر جور که بخوای. تو زبونت میگه لا اله الا الله ولی دلت با شیطونه. چجوری باورم بشه؟ میریم محضر سند میدم. اینجا جا داره یادی هم از زنده یاد فردین بکنیم که شما با ایشون در فیلم فکر میکنم مردی از جنوب شهر بازی کردین، هم بازی بودین. آیا خاطره خاصی هست از اون زمان؟ فکر میکنم برای بینندگان ما جالب باشه. یه روز آقای فردین با آقای تختی آمدن که در اون تئاتر کار بکنن. دوست عزیزم آقای جعفر والی باید کاملا به یادشون باشه. وقتی بازگویی صحبت کردن که ما میخواییم اینجا کار بکنیم، بازگویی اولین کاری که کرد به اینا گفت که خیلی خوب، این دکور رو بکشیم بالا. دکور خیلی وزن سنگینی داشت، کشیدن بالا کار یه نفر دو نفر نبود، ولی دو نفر ورزیده چرا میتونستن. وقتی همچه پیشنهادی کرد آقایون برخور، خوب دکور بکشیم بالا، کشیدند، ولی بدون خداحافظی و بدون هیچی گذاشتن رفتن.
این به نظر من رفتار درستی نبود. من اومدم از تو یه خواهش بکنم. بگو، هرچی بخوای ازت دریغ نمی کنم، حتی اگه جونمو بخوای. تو باید به حسین کمک کنی. حسین؟ حسین سیمرغ؟ آره، اون الان در خطره، باید نجاتش بدی. پس تو به خاطر حسین اومدی اینجا؟ من احمقو بگو که خیال میکردم بخواهم. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. اگر صحبت خاصی برای بینندگانمون دارین که دوربین در اختیار شماست. عرضی ندارم جز اینکه سلامتی همه رو میخوام. امیدوارم که همیشه موفق باشین. آوردی؟ نه، مرد به قولشون وفا نمیکنن. همش اینجاست. حوصله حرف زیادی تو ندارم. زود باش ردش کن. خیلی چیزی. اگه یارو میفهمید با کی طرف، همه کاسه گوزات به هم میرید. خوش اومد. سرت میشه. برنامه تصویری فیلم و زندگی حمایت شده از طرف احمد دولت آبادی، مشاور املاک، ویل سپرینگز مدیکال سپا، تیم حرفه‌ای حمیدرضا صفی‌پور، مشاور و طراح ساخت خانه‌های لوکس، جواهری باگت،